سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما بینندگان محترم در خدمت شما از دا قرار دارم با یکی دیگر از مجموعه درس های مکتب تمدن امروز ما و شما 23 اومین درس از کیمیا کیمیای سنف ده هم را میخوانیم درس امروز در مورد تناوب شعای اتمی و شعای آیونی هست که اول باید ما و شما تعریف اینا رو بلد شویم بعد از اینکه باز تعریف یاد گرفتیم باز میریم به سمت موضوعات بعدی خب این تعریف را ما اینجا بیرون نویس کردیم بر شما هر دویش را هم تعریف شوهای اتمی را هم تعریف شوهای آیونی را شما در اینجا میبینید نشان را هر کدام میشه و تعریف شوهای اتمی را گفتیم که عبارت از فاصله از هسته الی آخرین قشر اتم میباشد و تعریف شوهای آیونی هم مثل لازمی است فقط به جای اتم آیون می آیا. چون شوهای آیونی است میگیم عبارت از فاصله از هسته است تا آخرین قشر آیون پس هر دو تعریفش تقریبا یک قسم است فاصله از هسته هست تا آخرین قشر فکر کن مثلا یک توپ رو در نظر بگی یک توپ ما میریم میایم بر شما ترسیم میکنیم یک مقدار بهتر بتونین درکش کنین ببین دوستای عزیز تصور کو این یک دونه اتم یک دونه اتم باشه خب مرکز ازی ما و شما در نظر میگیره می ای باشه هسته ازی مرکز باشه هستش خب حالا فاصله از هسته فاصله از هسته تا روی آخرین قشر یا محیط ازی این میشه شعا یا آر ما به این میگیم شعا ما این به حرف آر همچنان نشانش میتیم اگر یه ای آیون بود به نام شعای آیونی یاد میشه اگر اتم بود به نام شعای اتمی یاد میشه این در مورد خود شعای اتمی که در این قسمت بر ما و شما گفته بود در کتاب تان هم اگر بیاین مراجعه کنین در آمده همی تعریف را و همی موضوعات را در اینجا بر ما و شما کلش گفته و در نهایت بعضی موضوعات دیگر در اینجا نشان داده شعای وندروالس گفته و تقریبا اینی فاصله رو به ما نشان داده به حرف دی و نصف از گفته آر دبلیو یا شعاع وندروالس میشه خب ما همین مطلب هم میخوایم برای شما از دوباره بیایم و صورت واضح تر در اینجا بگم ببین اگه ما دو دانه اتم رو در نظر بگیریم دو دانه اتم کنار هم دیگه باشه یک اتم و یا یک اتم دیگه هر کدام از یا از خود هسته داره هسته ها در کجا باید باشه خب در مرکز حالا ما از این هست تا این هسته را. از این هسته تا هسته دیگه فاصله که بینشان به وجود می اینی فاصله فاصله بین دو تا هسته اتم های مجاوری هم دیگه داخل هم دیگه نشدن اینی میره به حرف دی نشان می مکمل اینمی فاصله را به حرف چی نشان میدیم دی به حرف دی نصف از, از فاصله نصفش دقیقا نصف از فاصله نصف از فاصله که شو اینی ای به نام آر یا شعای وندروالز یاد شده شعای وندروالز اگر ما شعای وندروالز داشته باشیم میتونیم فاصله بین دو تا هسته پیدا کنیم اگر فاصله بین دو تا هسته داشته باشیم میتونیم شعای وندروالز شو پیدا کنیم چه قسم؟ یک دانه فرمول داره فرمولش از آر دبلیو مساویست دی تقسیم دو دی را اینه دی کل فاصله نصف کردیم تقسیم دو یعنی نصف میشه آره دبلیو یعنی شعای وندر والز شعای چی؟ شعای وندر والز خب حالا فرض که اینجا ما دو دانه کمیت داریم فرض میکنیم به طور مثال میگه که فاصله بین دو دانه هسته فاصله بین دو دانه هسته چار مثال انگستروم است انگستروم یکی از اندازه اندازگیریست چار انگستروم هست خب شعاع وندروالسش چقدر است شما خودتون اینجا که 4 چار بونین 4 که تقسیم دو کنین مبرای دو چهار تقسیم دو دو میشه پس پس ما شعاع وندروالس تا پیدا کنم شعاع وندروالس اگه بر من بته، فرض کنم میگه وندروالس هست به مثال سه انگستروم خب شعاع که دو برابر کنم بر ما فاصله بین از یا اسمه دو برابرش کنم دو برابر این تقسیم کردیم ایر ضرب کنم پس دوباره پس به می اساس به بسیار راحتی ما میتونم که بیایم و بیارم و در کتاب هم یک دانم مثال آمده کار کرده این مثال در خودتان میتون ببینین گفته فاصله دو اشاری هشت انگستروم است تقسیم دوش کرده شعای وندروالس در اتم آهن را تانسته که بردست بیاره بعد به می ترتیب کمک فرمول متفاوت نوشته کرده فقط اینجا آمده مانده آر سی او ای آر سی او شعای کووالانسی میشه یکی ما شعای وندر والز داشتیم یکی شعای کووالانسی است شعای کووالانسی کمک فرق داره که از شعای وندر والز و اگر در شکل بیاین دقت کنیم در اینجا ما یک تداخل میبینیم. یعنی یک تداخل بین از صورت گرفته اما اگر بیاین پس دوباره شعای وندر ببینیم اینا اتم ها بین هم تداخل نکردن مجاور یکی دیگه هستن اتم ها کنار هم دیگه قرار گرفته مجاور یعنی کنار یکی دیگه خود و اینجا اتم ها تداخل کرده یعنی که داخل ابر الکترونی هم دیگه خود داخل شده اینجا این فاصله رو به حرف دی نشان میته فاصله بین دو تا هسته و نصف از این فاصله میشه شعای کوولانسی شعای کوولانسی چون یک رابطه اشتراکی است فضا اشتراک گذاشته شده از این فرمول بعد اسمه یکی رو فقط یک کم جدا جدا نوشتهش کرده کدام گپ دیگه نداره بعد به ترتیب اگر بیاین در کتابتان موضوعاتی که در اینجا آمده گفته حالا ما ایره خلاص ساختیم تعریف کردیم فقط شعای کوبلانسی شعای واندروالس گفتم شما بفهمین از روی کتاب برتان گفتم اینی تناوب یا تغییر شعای اتمی را نشان میده در داخل جدول دورانی عناصر هر قدر ما به این سمت رفته میریم شعا چی شده میره شعا بزرگ میشه هر قدر برعکس ما به این میاییم شعا میشه کوچک خب حالا بزرگترین شعا رو میبینیم انصاری است که در طرف است این ایسو کلش فلزات است و ایسون کلش غیر فلزات خیلی اگه سوال کنه که بیشترین بیشترین شعا کدام انصار داره شما میگین فلزات میریم این مطلب را با هم دیگه در اینجا به تخته کار میکنیم دقت کنین دوستا اگه اینی باشه جدول اینو در نظر بگیریم جدول دورانی عناصر این جدول هر قدر ما به این سمت میاییم ببین به کدام سمت این سمت شعا چی میشه شعا میشه زیاد هر قدر به اون سمت میریم به اون سمت میریم حالا شعا چی میشه کم میشه پس دقت کن و سمت فلز شعا بیشتر است غیر فلز شعا چی است؟ کوچکتر است خب تا این قسمت را ما و شما آمدیم و در اینجا مطالب را گرفتیم فهمیدیم یک دو تا نکته داریم نکته اول میگه شعای انیون بزرگتر از شعای اتم و شعای اتم بزرگتر از شعای کتیون است یک مطلب مطلب هم برای شما یک رویخانی کرده باز میریم به سمت تخته هر دوش یک جای کار میکنیم میگه هر قدری که چارج منفی اتم زیاد شوه یا زیاد گردد همان قدر شعای آن بزرگ و هر قدر چارج مثبت اتم زیاد گردد شعای آن کوچکتر می شود دوستای عزیز ببین به خاطر که مطالب را خوب درک بکنین میاییم با همین جیره کار میکنیم به صورت کل به صورت عموم شعای انیون بزرگتر است نسبت به شعای اتم شعای اتم بزرگتر هست نسبت به شعای کتیون خو انیون چیز کتیون چیز خیلی آسانه سعی کنین انیون هر ذرهی که چارج منفی داشته باشه هر ذره که چارج چی داره؟ منفی اتم خونسا هست یا بدون چارج صفر و کتیون هر ذره که چارجش چی باشه؟ مثبت باشه باید داشته باشین اینجا فکر که الکترون مثل گوشت است یک نفر هر چقدر مثلا گوشتش زیاد شود مثلا وزن بگیره هدف ما است که چاق شده میره چاق میشه اینجا هم انیون قسم هست الکترون در اینجا مو حیثیت داره هر قدر که انیون میگیره مثل عزیز که هر قدر الکترون را میگیره انیون مثل عزیز که مو وزنش زیاد میشه حجمش زیاد میشه کلان میشه بنابراین باید داشته باشین انیون ها شوهای کلانتر داره هر قدر چارج منفی بیشتر بود انیون ها کلانتر از شوهای بیشتر میشه فرض که سیل منفی را اگر سیل اتم اتم کلورین همراه آیون یا انیون کلورین یا کلوراید مقایسه کنیم کدام شعای کلانتر داره خب به یقین همو که چارج منفی داره همو شعای بزرگتر داره اگه مثال دیگر در نظر میگیریم فرض که داشته باشیم اکسیژن منفی یک اکسیژن منفی دو یک کسی از ما سوال میکنه یه دوی از این انیون است منفی است کدام شعایش کلانتر است پیشتر در نکته دوم گفتم هر چه چارج منفی زیادتر شد شعاع کلانتر میشه خیلی به نظر شما کدامش منفی زیادتر است معلوم داره که منفی دو پس شعاع از یام نسبت به منفی یک بزرگتر میشه در قسمت مثبت این قضیه رو اگر مقایسه کنین فرض کو داشته باشیم سودیم به شکل اتم سودیم مثبت داشته باشیم مثبت یک ما اینجا گفتیم شعای اتم از شعای کتیون که کلان است یعنی اگر خونسا بود از شعای مثبت کرده شعایش کلان میشه بنابراین در اینجا شعای اتم سودی هم بزرگتر است از, از آیونش کرده از این مدل سوالات در فرمای کانکور معمولا زیاد پرسان میشه من یک دانه دیگر اینجا نوشته میکنم دقت کنین دوستا فرض که داشته باشیم کلورین منفی مثبت سه کلورین مثبت 5 کسی از ما پرسان میکنه کدامش کلان است اگه بگه کدامش کلان است اونمو که به سمت صفر نزدیکتر باشه یا چارجش پایین تر باشه مثبت سه نزدیکتر است به صفر نزدیکتر هست بنابراین شوایش کلانتر است نسبت به مثبت پنج هر قدر چارجش زیاد شده میره شوهایش کوچک شده میره خرد شده میره خرد شده میره پس از این مدل سوالات معمولا زیاد پرسیده میشه خیلی ها میاین میگن که شما بیاین مقایسه کنه چه قسم هست و میتونین شما ازا ایره به می ترتیب بیاین مقایسه کنین خب دوستای عزیز یک جنبندی میکنیم و پایان درس امروزی رسیدیم به صورت کل ما آمدیم شعای اتمی رو با شعای آیونی خواندیم فاصله از هسته تا آخرین قشر شعای اتم اگر در قسمت اتم ها باشه در آیون ها فاصله از هسته تا آخرین قشر آیون رو شعای آیونی میگن و تغییرش در جدول دورانی عناصر قسمی است که همون تکنیکی که یک وقت برای شما گفتم ایسون میایه ای هم زیاد میشه وقتی که به این سمت میره یعنی در گروپ ها از بالا به پایین در پریود ها از دست راست به چپ کلان میشه برعکسش کوچک میشه امیدوار درس امروز تان فهمیده باشین تا دیدار بعد که در خدمت شما از دا قرار میگیرم همگی شما رو به الله یکتا میسپارم